به نام خداوند بزرگ و مهربان، برنامه شما را 308 رویداد باز هم با تقدیم سلام های گرم و با مرور به رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان آغاز میکنیم. در بخش سیاسی به خصوص در جریان دو سه روز آخر رویدادهای نسبتا مهم رخ داد، اما تقریبا در سراسر هفته صحبت ها به عوض مسائل سیاسی زیاد روی خبرهای عاطفی میچرخید. هنوز چند روزی از غرق شدن هموطنان پناهگزین ما در دریای هریرود نگذشته بود که خبر سوختن یک عده دیگه از هموطنان باز هم در اطراف سرحد افغانستان و ایران آتش به دل تمام هموطنان ما انداخت. به اساس گزارش ها عامل هر دو حادثه غم‌انگیز محافظین سرحدی ایران بودند. در رویداد هریرود ده ها نفر در آب غرق ساخته شدند و یا حالتی را محافظین ایرانی بار آوردند که پناهجویان جز انداختن خود به دریا راه دیگه نداشته باشند. و رویداد بسیار تکان دهنده دیگه آتشباری محافظین سرحدی ایران به موتر حامل پناهجویان در داخل خاک ایران بود که در نتیجه آتشباری موتر آتش گرفت. حداقل 3 تن جان باختن و زخمی هایی که سوختگی زیاد در بدن داشتن حالتشان بسیار دردآور و ناگوار بود. در ویدیوی دلخراشی که به نشر رسید یک صدای استخوانسوز شنیده می شد که آب می خواست. این جمله پردرد هموطن ما زیادتر از هر رویداد دیگر سرخط خبر و سرخط همدردی و سرخط همسوزی بود. فاصله نزدیک بین این دو حادثه و ارتباط آب و آتش که هر دو مصیبت بار آورد مسئله را بیشتر عاطفی ساخت. جان یک اداره آب گرفت و هموطن دیگه به خاطر نجات خود از مرگ با یک صدایی که دلها را آب میکرد یک قطره آب آرزو میکرد. یک لنده زیبای پشتو داریم: مسافری سخت اخواریده، باران با اوری چوک به زای ندر کبینه. مسافری بسیار پر رنج و مشقت است، باران بباره و کسی برد جای نده. به خاطر رسیدن به جایی که لقمنان به یک فضای نسبتا آرامتر مؤثر باشه هموطنهای ما سختی های را میپذیرند که گاه آرزویشان قطره های آب باران میباشه. قطره های باران هم آرزوست. خب قوانین بین المللی و موضوعات از قبیل وجود داره، اما بخش عاطفی و بشری یک موضوع را قوانین بین المللی کمرنگ ساخته نمیتونه. و از طرف دیگه قوانین بین المللی هم به هیچ صورت این شکل برخورد اجازه نمیده. و باز رژیمی که در هر مورد و در برابر شهروندان کشور خود قوانین بین المللی و ارزش‌های بشری را هموار زیر پا میگذاره، چسبیدنش به این قوانین چسب زیادی نداره. بر ترتیب یک نکته دیگه هم بود که من فکر میکنم این صدای پرسوزه که کمی آب بته که سوختم پرسوزتر ساخت، و او این بود که در گوشه دیگه دنیا یک صدای دیگه دنیا را به شور آورد. یک آمریکایی سیاه‌پوست که زانوی یک پلیس آمریکا به گردنش قرار داشت صدا میزد که من نمیتونم نفس بکشم. طبیعت و خداوند مواد خوراکی را تا حد محدود ساخته، اما دو شرط بسیار بسیار اساسی زندگی را که بدون او زندگی ممکن نیست، او دو نعمت حیاتی را در کره زمین رایگان گذاشته، یکی آب و یکی هوا. این هفته در این گوشه دنیا انسان صدا می زد یک کمی آب، و در گوشه دیگر شخصی از زیر زانوی پلیس صدای خود می کشید که نمیتونم نفس بکشم کمی هوا. بیننده های ما می دانند که صدای ای سیاه‌پوستی که در زیر زانوی پلیس جان داد در سراسر دنیا انعکاس داشت. در کشورهای مختلف مظاهرات به طرفداری از سیاه‌پوستان آمریکا برپا شد و مردم به یاد قربانی زانو می زدند. در کانادا صدر اعظم کانادا جاستین ترودو هم به مظاهرات شامل شد و زانو زد. اما ما دوباره به سرزمین برمیگردیم که صدای آب بلند شده بود. اما حالا نظر مختصری به جریانات سیاسیش میاندازیم. در جریان هفته زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان
به دوحه، اسلام آباد و کابل سفر کرد. به دنبال سفر خلیلزاد به پاکستان، لوی درسیز پاکستان به کابل رفت و با اشرف غنی و عبدالله عبدالله ملاقات هایی داشت. خب اگر لوی درسیز پاکستان به این آسانی با رهبرای کشور ملاقات میکنه، آیا اگر لوی درسیز افغانستان به پاکستان بره امکان داره که راستن با عمران خان مذاکره کنه و هم قطار پاکستانی خود هیچ در نظر نگیره؟ خب از این مگذاریم. در صورت سفر خلیلزاد و با تعقیبش بازدید جنرال پاکستانی از افغانستان نشان میده که بار دیگه تحرک برای افتیده، اما در تصویر عمومی تغییری نامده، چون امریکا عجله داره که راه را برای خروج عساکر امریکایی و خروج هم بر صورت راه را برای اعلام خروج عساکر امریکایی از افغانستان باز کنه. طبعا به تمام این جوانب فشار میاره که موانع از بین بره و مذاکرات بین الافغانی بین طالبان و هیئت کابل شروع شود تا جهانیان و به خصوص امریکایی ها فکر کنند که مسئله افغانستان در نتیجه زحمات امریکا در یک مسیر درست افتیده و بعد از این کار افغان ها و وظیفه اوناست که با هم به توافق برسند. با این که در توافقنامه طالبان و امریکا عدد 5000 به شکل قاطع گفته نشده و صرف گفته شده که تا 5000، یعنی از کمتر میتونم از زیادتر نمیشه، اما باز هم طالبان اصرار داشتن که تا وقتی که 5000 زندانی رها نشه مذاکرات آغاز نخواهد کردن. شاید در این میان پاکستان هم شرایط و تقاضای خود داشته باشه و امکان داره که لوی درسیز پاکستان به مشوره خلیلزاد به خاطر برآورده شدن امنیت تقاضاها به کابل سفر کرده باشه. توافقنامه قطر بین امریکا و طالبان که پاکستان در او نقش داشت قسم تنظیم شده که منافع پاکستان در افغانستان در نظر گرفته شود. همین که حالا میشنویم که صلح در افغانستان به نفع پاکستان و افغانستان است تا تجارتشان با آسیای میانه تقویه شده بتاند، چیزی که دیروز گفته شد، معنایش این است که استفاده افغانستان از بندر چابهار که در ایران است شاید کم رنگ شود و این خودش ضربه به هند خواهد بود. هند از او طریق با آسیای میانه راه خود را باز کرده. ضمناً امکان داره که لوی درسیز پاکستان درباره تحویل دهی مسئول داعش در منطقه که اخیراً در افغانستان دستگیر شده و به دست افغانستان است مذاکره کرده باشه و از کجا معلوم که او را با خود نبرده باشه. اسلم فاروقی رهبر داعش در ساحه اصلا پاکستانی است و پاکستان ظاهرا ادعا داره که این شخص دشمن پاکستان است و باید به کشور تسلیم داده شود، اما شاید موضوع مهمتر باشه. این شخص امکان داره رازهای بسیار مهم را در مورد مداخله ISI در پرورش تروریسم پیش خود داشته باشه. در ضمن حال ادبیات سیاسی هم کم کم همین ارتباط فرق کرده، در حالی که پاکستان آشکارا از سالها به این طرف رهبری طالبان نزد خود داره و از اونا حمایت میکنه، فعلا از این یاد میشه که یکی در امور داخلی دیگه کشور مداخله نکنه، یعنی افغانستان افراد تحریک پاکستانی را به خاک خود جای نده و پاکستان طالبان افغانی را. و این انصافانه نیست که این دو مداخله با هم مساوی پنداشته شود. حتی شاید موضوعات مهمتر از او، یعنی مسئله دیورند هم شامل باشه، از اوضاعات رو معلوم میشه که چیزهایی در این مورد وجود داشته. بر ترتیب طبعا یک هدف عمده سفر جنرال پاکستانی مساعد ساختن زمینه شروع مذاکرات بین الافغانی است. درباره مذاکرات بین الافغانی در گذشته مطالب زیادی تقدیم شده و حال چند جمله را مختصر عرض میکنیم. از روی سرعت حرکت در مورد تعیین هیئت مذاکرات که بسیار بطی بود، رهایی زندانیان، شرایط را که طالبان میگذارن و مسائل دیگر، و به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد فهمیده شده میتونه که اول شروع مذاکرات و بعد شروع بحث عادی و جدید مذاکرات وقت بسیار زیاد نظر به چیزی که در ظاهر فکر میشه شاید بگیره. در مورد نتیجه مذاکرات و ای که باید خوشبین باشیم یا نباشیم، اما عرض خود تکرار میکنم که اگر هموطنهای ما واقعا به تسلط دوباره طالبان راضی باشند و بگویند که حداقل زندگی ما مسئول خواهد بود، ما به خودی صلاحیت نمیتونم که از دور از کانادا برشان صدا کنم که نه ادامه جنگ و خونریزی خوب است قبول نکنین. ایره هرگز نمیگم، البته ایره میگم که شرایط تغییر کرده و آمدن دوباره طالبان از نظر امنیت به معنای آمدن دوباره دوره طالبان نخواهد بود. و انفجارای فکر کنین که این روزها صورت میگیره و طالبان میگن که ما این کار را نکردیم. هنوز طالبان نامده، گروه های دیگه به نام های دیگه
سر بالا میکنن. ایره هم عرض میکنم که اگر فکر میکنن که طالبان نظر به دوره تسلطشان تغییر کردن و یا فکر میکنن که طالبان میآیند و مثل گلبدین حکمتیار یگان بار در تلویزیون ظاهر میشن و دیگر نقش اساسی نمیداشته باشن، به این فکر نباشید. در مورد مذاکرات بین الافغانی طور فکر کنیم که یک گروهی که سالها از او تقاضا شده که مذاکره کنین و او بگوید که شما ارزش مذاکره کردن با ما را ندارین و بعد شرایطشان یکی پی دیگر پذیرفته شود، از اونها چطور توقع برده شود که با شروع مذاکرات به یک بارگی تغییر کنند و با طرف مقابل به عنوان یک طرف مهم مذاکره کنند؟ نمیال اشخاصی که به طرفداری از طالبان و اکثرا مثل سخنگویان طالبان در تلویزیون ها روزانه صحبت میکنن و ظاهر میشن، مثلا اونا میگن که هیئت مذاکره کننده افغانی باید کسانی باشه که طالبان اونا را قبول داشته باشن، یا میگن اعضای هیئت باید به این صورت سابقه جنگ با طالبان نداشته باشن. آیا هیئت افغانستان صلاحیت داره که بگه که ما با نام های مذاکره کننده های طالبان در صورت مذاکره میکنیم با او اشخاص که نامایشان از ملاحظه شده ما و از تایید ما تیر شده باشه؟ یا در حیات طالبان پاکستانی اینا بگویم که کسایی باشه که با دولت افغانستان جنگ نکرده باشد؟ اونا امی هفته فیلم را به نمایش گذاشتن و خودشان گفتن که ما در عین حال به جنگ شدید ادامه میدیم. از طرف دیگه اگر اونایی که در جنگ شامل بودن در حیات کامل، در حیاتی که از طرف افغانستان فرستاده میشه شامل نباشن و توافقی حاصل شده، باز اما کسایی که شامل نبودن خود گفتن که ما در مذاکرات بین الافغانی حصه نداشتیم و مجبوریت هم نداریم که به توافقاتش عمل کنیم و این معنایش ادامه جنگ به یک شکل دیگه خواهد بود. اما یادآوری از این نکاتی که متاسفانه مانع راه هستن به این معنا نیست که آرزوی شدید قطع خونریزی نداشته باشیم. اما با تاسف در وضع ناگواری قرار داریم که از یک طرف ادامه جنگ و جریان های سیاسی و نفع پاکستان و از طرف دیگه موضوع بیماری کرونا مانع میشه که به این زودی ها روشنی را در افق دیده بتانیم. مبادا روشنی هایی که از او حرف زده میشه صبح صادق نباشه، صبح کاذب باشه. کرونا هم سایه هولناکش روز به روز در افغانستان هولناکتر میشه و تأثیر ناگوارش در تمام موارد احساس میشه. این سایه سیاه حتی به کبوترهای سپید روزه مزار هم رحم نکرده. این هفته گزارش داده شد که چون در نتیجه کرونا کسی به محوطه روزه نمیره و کبوترها از دانه هایی که برشان داده میشه بی بهره شدن، حداقل 1000 کبوتر سپید قربانی کرونا شدن. کبوتر سپید برای بسیاری از ما مظهر و سمبول صلح است. به امیدی که کبوترهای صلح از سقف آبی روزه مزار بالاتر برن و در آسمان های آبی رنگ افغانستان پرواز کنن. برنامه رویداد میشنوین. در این بخش که کمی از مسیر عادی خود فرق داره با چند پیام جواب میتیم که در رابطه با دوره سلطنت مرحوم ظاهرشاه دریافت کردیم، اما امید است که همین حرفا صحبت آخر در این زمینه ها باشه. چرا موضوعات روز بسیار گرم است و بهتر است به عوضی که درباره دیروز حرف میزنیم درباره امروز و فردا سخن بگوییم. دو سه هفته پیش یک مطلب مختصر در ارتباط با خاطره از وقت ظاهرشاه در فیسبوک نوشته بودم که در برابر او نوشته عکس العمل ها چه مثبت و چه منفی زیادتر از توقع بود. از اون خاطر ناگزیر جواب های تقدیم میکنم. من البته نظر خود عرض میکنم، با فشاری هم نمیکنم که حرفای ما هم درست است. شما هم لطفا زیاد جدی نگیرین و اجازه ندین که موضوع با پاسخ هایی که عرض میشه و جواب هایی که مقابل داده میشه ادامه پیدا کنه. بهتر است موضوع با ختم امی صحبت و پایان برسانیم. چند تن از دوستای ما در فیسبوک و ایمیل با روحی انتقادی به مطلبی که تقدیم شده بود گفتن که در وقت ظاهرشاه مردم قصدن بی سواد نگاه داشته شده بودن. اگرچه معارف پیشرفت درخشان نداشت، اما تجربه شخصی ما که در مکاتب مختلف در ولایات افغانستان در طول سالها درس خواندیم، این پرداشته برمه میده که برعکس به معارف توجه زیاد صورت میگرفت.
مثال ها و چشم دیده های زیادی دارم، اما گفتنش سخن بسیار طولانی می سازم. بیننده های گرامی، اگر برداشتشان فرق دارد، نظر خودشان است و نظرشان احترام داریم. اگر منظور از توجه کردن به یک بخش اختصاص دادن بودجه بیشتر به اون بخش باشه، در واقع در برابر معارف در اون سالها از یک نوع تبعیض کار گرفته می شد، تبعیض مثبت. یعنی در بودجه معارف نظر به بخش های دیگه پول زیاد اختصاص داده می شد و وزارت معارف دست باز داشت. در تمام افغانستان اولین عمارت مدرنی که مربوط به عامه باشه عمارت وزارت معارف بود. این عمارت در زمانی که زینه های برقی، لفت، سیستم مرکز گرمی و اینا در کشور ناآشنا بودن، با تمام این وسایل مجهز بود. وزارتخانه های دیگه، وزارت تجارت، عدلیه، فواید عامه و اینا اصلا توقع نداشتن که در او مشکلات اقتصادی امارات پرمصرف برشان ساخته شود. در شهر کابل تعمیر لیلی پوهنتون کابل، لیسه حبیبیه، خود تعمیر پوهنتون، لیسه استقلال، لیسه نجات، لیسه نادری، اینا بر سالها از اماراتی بود که در شهر درخشش داشتن. درست است که داشتن و ساختن امارات یگانه معیار نیست، اما در ابعاد دیگه هم توجه میشد. از یک پروژه دیگه هم یاد میکنم که به تعمیر ارتباط نداره، اما یک پروسه بسیار موفق بود. در حالی که دولت در قسمت مکلفیت عسکری سختگیری زیاد داشت، اما در رابطه با معارف اگر یک شخص 6 سال معلمی را قبول میکرد از عسکری معاف میشد کاملا. شرطشی بود که قبول کنه که به مناطق دوردست کشور هم فرستاده شود. البته معاش کامل هم برش پرداخته میشد. شاید تعدادی از بیننده های گرامی ما کمی لحظه صدای ما را میشنوند، در ولایات و ولسوالی ها پرورده دست همینطور معلمین بوده باشند. باز هم من نمیخوایم مبالغه کنم، واضح است که به اصطلاح دنیا گل و گلزار نبود، اما اگر بگویم که در دوره سلطنت در بخش معارف هیچ کار نشده، یا حتی بگویم که حکومت قصدن مردم بی سواد نگاه میکرد، این هم دیگه بی انصافی است. و همین ترتیب یک بیننده دیگه ما نوشته کردن که کشور در او زمان از نظر اقتصادی و پیشرفت قصدن عقب نگه داشته میشد. این نظر هم از کسان زیاد شنیدیم. باز هم نمیخوایم مبالغه کنم، من نمیگم که کارهای بی‌نظیر صورت گرفته، اما از چند سال آخر سلطنت که بیادم است، من چند مثال خدمت شما عرض میکنم. با اعمار بند کجکی و پروژه انکشاف وادی هلمند، یک ساحه وسیع ولایت سرسبز و حاصلخیز شد و برق زیاده هم تولید میکرد. در 20 سال گذشته مهمترین پروژه برطانوی ها در افغانستانی بود که ابو پروژه ساخته شده ترمیم و بازسازی شود که به او هم موفق نشدن. البته فعلا مشکل امنیت هست، اما باز هم در نظر داشته باشیم که یکی مسئله ساختن است، از صفر شروع کردن، و یکی هم ترمیم و بازسازی. مثل ایست که یک نفر موتر بسازه و یک نفر دیگه همون موتر را ترمیم کنه، که بازسازی همون چیز است. این هم انصافانه نیست که ساختن موتر بگوییم که مهم نیست و ترمیم پروژه را بگوییم که بسیار عظیم است. به همین شکل در قندهار سالها پیش بند بزرگ دهله ساخته شد. از او یاده نمی کنیم، اما در چند سال دیگه بعد از آمدن امریکایی ها کانادایی ها خواستن که امو پروژه را ترمیم کنن و او را باعث پروژه عمده بازسازی می خواندن. همچنان بند بزرگ سرده در غزنی به طرف جلال آباد، اگر بریم بند ماهی پر، بند نغلو، بند سروبی، بند دروانته، از کابل اگر به طرف شمال بریم فابریکه نساجی گلبهار، فابریکه سمنت جبل سراج، پروژه تونل سالنگ، و بعد پیش بریم پروژه کیلگای، قندوز خوب یک شهر صنعتی تبدیل شده میرفت. در بلخ و جوزجان پروژه های عظیم تفاوضات نفت و گاز. شهرهای القوی افغانستان از هرات تا قندهار، از قندهار تا کابل، از کابل تا مزار شریف و شبرغان در همون وقت ساخته شد. تنها بخش شبرغان تا هرات مانده بود در طول 20 سال گذشته، اما هم تا حال تکمیل نشده. اصلی پروژه ها در مدت 10 تا 15 سال وقت گرفت. در اون وقت کمبود پول مشکل بسیار شدید بود، پول کافی نداشتند. و باز هم با تمام اینا یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که در او وقت با وجود مشکل شدید اقتصادی حکومت دانسته بود که وقار و بی‌طرفی خود هم نگاه کنه.
باز هم من ادعا را نمیکنم که کارهای فوق العاده صورت گرفته در این بخش، اما حداقل امیر هم که هیچ کاری صورت نگرفته، یا بگویم که اصلا کشور به عقب نگاه داشته شده بود، امیر هم شاید انصافانه نباشه اگر بگویم. درست است، شاید این انتقاد وارد باشه که پروژه ها متوازن نبود. راستی هم طور مثال در مناطق مرکزی پروژه های مهم نبوده. خب دلایلی آورده میشه، اما در هر حال من در این باره دفاعی ندارم. نه تنها دفاع نمی کنم، بلکه ایره به حیث یک واقعیت ناگوار و قابل انتقاد میشمارم. این موضوع عمیق‌تر از این است که از اون سطحی تیر شویم، ولی در مجموع امی عادت درست نیست که اگر یک شخص یا یک گروه از دید ما یک کار قابل انتقاد داشته باشه، گوش خود به تمام جنبه های مثبت دیگه کر بیندازیم، و برعکس یک شخص و یا گروه اگر مورد پسند ما بود، گوش خود در باره هر چیز منفی که در باره شان مشنویم کر بیندازیم. خوب است که این تمرین کنیم که جنبه های مثبت و منفی را در همه چیز واقع بینانه بیان کنیم. یک موضوع دیگه هم که اگر چه شامل سوالات و تبصره ها نبود، اما نباید بدون اشاره به او بگذاریم، مسئله زندانیان سیاسی است. میدانم که بندی های سیاسی در وقت صدارت هاشم خان زیاد بود و اختناق هم وجود داشت. در سالهای آخر سلطنت هم زندانی های سیاسی وجود داشت. بسیارشان به هدف اینه که پیشرفت مملکت و آزادی و مشروط خواهی زندانی شده بودند، که بسیارشان آزاد هم شدند. جفاس اگر از نقش او مبارزین و از فداکاریهایشان یاد نشه. اما در اینجا ما با مو بخشایی که سوال شده زیادتر پرداختیم. در پیام ها به موضوع آزادی زنان هم زیاد تماس گرفته شده بود. یکی از کارهای مثبتی که نباید بدون یادآوری از او تیر شویم، نهضت زنان یا به اصطلاح او وقت موضوع رویلوچی است. با وجودی که فشار داخلی و خارجی هم وجود نداشت و تجربه دوره مرحوم امان‌الله خان هم نشان میداد که این کار پر خطر خواهد بود، اما باز هم به خاطر اینکه یک کار خوب انجام شود او را عملی ساختن. کمتر رژیم خود بود که امو کاری را انجام بده که چند سال پیشش عین کار یک سلطنت سرنگون ساخته باشه. رژیم ها معمولا کوشش میکنن برای بقای خود از کاری که رژیم قبلی را باعث سقوط شده همیشه پرهیز کنن. نکته بعدی است که آیا این کارها را داوود خان انجام داده بود، کارهای مثبت، یا ظاهرشاه؟ پروژه هایی را که یاد کردیم، اگرچه بسیارش در جریان دهه دموکراسی به پایان رسید، اما اساسش در زمان گذشته شده بود که داوود خان صدر اعظم بود. مسئله مقایسه ظاهر خان و داوود خان که یک بحث بسیار عمده است، اگر صرف در چند سطر انجام داده شود طبعا ناقص خواهد بود و نمیتونه همه جانبه باشه. تا جایی که با آزادی مطبوعات و نشانه های دموکراسی ارتباط میگیره، نشانه های دموکراسی ارتباط میگیره، اگرچه در وقت ظاهر شاه هم به خصوص پیش از دهه دموکراسی آزادی مطبوعات وجود نداشت، اما باز هم در بخش آزادی های فردی ظاهر شاه نمره زیادتر میگیره. ما خودتون یک مثالی را ندیدیم که یک پادشاه رژیمش در خطر سقوط قرار نداشته باشه، اما باز هم خودش حکومت از خاندان خود به مردم انتقال داده باشه، اگرچه انتقال تکمیل نشد و انتقال مطلق گفته شده نمیتونست، اما باز هم بسیار کم سابقه بود. همچنان در سپردن کار به اهلش من فکر میکنم که ظاهر شاه در منطقه کم نظیر بود و نمره زیادتر میگیره. مثال در این مورد زیاد است، اما زود تیر میشه. در مورد ای که ظاهر شاه و داوود خان از موقعیت سوء استفاده شخصی نمی کردن و به خانواده های خود امتیاز نمی دادن، در این بخش هر دو مرحوم ظاهر شاه و داوود خان در نظر من نمره های بالاتری نمی گیرن. اما فراموش نکنیم که همه چیز نسبی است. ولی در مورد علاقمندی به پیشرفت اقتصادی و پروژه ها و جرأت در اجرای کار و فعال بودن در سیاست خارجی و به صورت عموم در تحرک، نمره داوود خان نظر به مرحوم ظاهر شاه بسیار زیادتر است. ظاهر شاه به پیشرفت و اطلاع کشور علاقه داشت، داوود خان به پیشرفت کشور خود علاقه نداشت. داوود خان به پیشرفت کشور خود عشق داشت، و در جایی که عشق باشه قبول خطر هم می باشه. چون دل شیر نداری سفر عشق مکن. بیننده گرامی ما محترم
انصاری از بیننده های بسیار محترم این برنامه هستند. از مدت است پیشنهادهایی را در رسانه های اجتماعی براه انداختن و در این باره بسیار کار هم میکنن که بار دیگر رژیم شاهی در افغانستان احیا شود. محترم چند بار لطف کردن و تقاضا کردن که من نظر خود درباره پیشنهادشان به عرض برسانم. خدمتشان با امیدی که آزرده نشن چند جمله عرض میکنم. اولی که رژیم شاهی به نظر من یک رژیم خوب نیست. داشتن خاطرات خوب از او غایت ها به این معنی نیست که سیستم از ستایش کنیم. سیستم شاهی یک قمار است. بسیار کم واقع میشه که پادشاه و ایسی یک شخصی که سرنوشت ملت و دستش است یک شخص خوب باشه. افغانستان هر قسمش تجربه کرده. ظاهرشاه به نظر من به صورت نسبی یک پادشاه بسیار خوب بود. البته دو موضوعی که یاد شده به جای خود است و اهمیتش کم جلوه نمیتیم. در قمار بسیار از نادرات است که نمره ها درست براید، اما سیستم شاهی یک سیستم مطلوب نیست و اگر هم باشد در شرایط فعلی افغانستان به این صورت عملی نیست. حتی اگر امو رواج قرنهای بسیار قدیم هم عملی شود که مثلا بگوین که هر کسی که پرنده و قاب به شانهش بشینه پادشاه است، امو هم در افغانستان عملی نمیشه. اول امو پرنده را که کلشنکوف میزنن، باز خود شخصی را که پرنده در شانهش نشسته باشه. و اگر بگویم که پادشاه از طریق انتخابات بیاید، قسمی که فکر میکنم اینا پیشنهاد کردن، به مجردی که نام انتخابات بگیریم پس شاهی نشد. در شاهی مشروطه انتخابات برای صدر اعظم میشه، اما خود شاه از طریق انتخابات نمیاد. اگر بیاید شاهی نشد. یقینا محترم انصاری جوابشان دارن، اما حداقل برای من قابل درک نیست. نام رهبر چه امپراتور بگذارین، چه امیر، چه امیرالمومنین، چه پادشاه، چه رئیس دولت یا رهبر مذهبی تفاوتی نمیکنه، یعنی در محتوا تاثیر نمیاره. اما اعاده سیستم شاهی نه ممکن است و نه هم خواستنی و مطلوب. اما قدر کسانی که خود به حیث کاندید ریاست جمهوری اعلام میکنن، در اون وقت تعداد زیادتری شاید خود به حیث پادشاه کاندید کنن. اگر بگوییم که چند نفر مصلح و خیرخواه بشینن و شخصی را انتخاب کنن، ایره خود تمام بیننده های ما میدانن که در افغانستان به این صورت عملی نیست. چند نفری هستن که در امو شورا هم خواد باشن و اونا همیشه در نقش های مختلف ظاهر میشن. از قول خلیلزاد طور مثال گفته شده که وقتی به افغانستان میایم کلاه افغانی خود را میپوشم. در داخل کشور هم تعدادی هستن که خودشان میگن با توجه به مکان و زمان نقش خود را تبدیل میکنن و کلاه دیگه بسر میگذارن. اما مشکل دیگه است که بسیاری از اونا تعداد کلاهایشان به چهار میرسن. بیننده های عزیز، سلسله ای سخنان مربوط به دیروز پایان میبخشیم و کوشش میکنیم بعد از این به امروز و به فرداهای آینده نظر داشته باشیم و از جمله به برنامه آینده روی داد. تا برنامه آینده و فرداهای زیاد و سالهای سال سلامت و سرفراز باشیم.